همزمان با فصل زمستان و نباریدن برف و باران، نگرانی ها از خشکسالی در بهار آینده بیشتر شده. حال اداره هواشناسی نیز گفته پیش بینی هایش نشان می دهد در 3 ماه زمستان امسال میزان بارندگی ها کمتر از حد معمول خواهد بود، خبری که نگرانی جدی از خشکسالی را به وجود آورده. آگاهان محیط زیستی می گویند اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، احتمال خطر خشکسالی در سال آینده دور از تصور نیست. زمستان سرد و خشک و نگرانی‌ها از احتمال خشکسالی در سال 1400، بیش از 1 ماه از آغاز فصل زمستان می‌گذرد. اما کابل و برخی ولایات تا هنوز نه شاهد برف سنگین بوده و نه هم باران اونچنانی باریده. وضعیتی که نگرانی‌ها از احتمال خشکسالی در سال آینده را با وجود آورده، اداره هواشناسی می‌گوید پیش‌بینی‌های این اداره نشان می‌دهد در 3 ماه زمستان امسال میزان بارندگی‌ها کمتر از حد معمولی خواهد بود. باز هم در 3 ماه آینده، ماه فوریه، مارچ و اپریل 2021، بارندگی ها نظر به مدل‌های جهانی که صورت گرفته کاهش بارندگی در 3 ماه نشان می‌دهد. اداره هواشناسی میگوید مدل‌های هواشناسی جهانی که برای کشورهای جنوب آسیا تهیه شده نیز این پیش‌بینی را تایید کرده. در اینجا مجلس نمایندگان نیز وکلا میگویند حکومت باید برای خشکسالی احتمالی در کشور آمادگی داشته باشد. واقعا جای نگرانی است به این که ما تا به حال بارندگی که قابل لمس باشه و قابل دید باشه نداشتیم در اکثر در تمام نقاط افغانستان، و این یک بحران است برای حکومت افغانستان و برای نهادهای زیر دخل و نهادهای بین المللی که آمادگی داشته باشند به خاطر مبارزه با خشکسالی در آینده. و با دیر یعنی ورثه بلی شاید با افغانستان که کم است، نو دیر لپاره باید دیر شته د بیر ولی ول سی بندونه باید جوړ سی او د بندو د لپاره باید کار وسی، ځکه چې دا امکان لري په یو څو کال بعد یا په اوس په دا راتلونکي کال کې شاید موږ د وچکالی سره مخ. شهروندان اما به جای نگرانی از خشکسالی، از وضعیت بد امنیتی مینالند. میگویند ناامنی حادتر از خشکسالی است. از تهدید آب و هوا کم برای ما ناامنی و چیزا زیادتر تهدید است، و مثلا ما برف باران شاید در ماهای بعدی برای ما برف باران داشته باشه. نگرانی ها از خشکسالی احتمالی در بهار آینده در حالی بیشتر شده که اداره هواشناسی تغییر احتمالی اقلیم، افزایش گازهای گلخانه‌ای و افزایش جمعیت را از عوامل اصلی کاهش بارندگی ها عنوان کرده. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با محمد میرزایی، آگاه مسائل محیط زیستی، با طرح این سوال که اداره هواشناسی اعلام کرده در زمستان جاری میزان بارندگی 30% کاهش یافته است. پیامدهای این وضعیت چیست؟ ما در چندین سال پیاپی است که در یک دوره متاسفانه خشکسالی قرار داریم. شاید پارسال یک سالی بود که یک مقدار وضعیت بارندگی بهتر بود، ولی در کل در طی این چند سال اخیر ما در یک دوره خشکسالی بسیار شدید قرار داریم. امسال متاسفانه شاید این خشکسالی شدتش زیادتر شده باشه. هنوزم بر حال امیدواری هست که ما تا پایان سال شمسی بتونیم داشته باشیم یک مقدار بارندگی بیشتری را، ولی این تمام این عوامل و پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم است که دامنگیری کل کره زمین هست. ما متاسفانه از این ناحیه و متضرر اصلی هستیم، چرا که ما منابع آب ما وابسته به آبهای سطحی است. در نتیجه ما زمانی که نزولات جوی کم میشه و منابع آبهای سطحی ما کم میشه، ما خود به خود متضرر اصلی هستیم و این سر زندگی مردم در شهرها، سر زراعت، سر تمام صنایع و زندگی مردم تأثیر بسیار منفی میمانه. این کاهش میزان بارندگی طبیعی است یا اینکه تغییرات اقلیمی بر آن تأثیر گذاشته است؟ همونطور که پیشتر هم عرض کردم، این نتیجه و پیامد تغییر اقلیم است که در کل جهان متاسفانه تأثیرات منفی خود گذاشته و ما متضرر در واقع بیشتر میشیم،
چرا که ما زیرساخت نداریم، چرا که ما منابع آب های سطحی خود نمیتونیم مهار بکنیم و وابسته شدید به منابع آب های سطحی هستیم. در نتیجه ما متاسفانه متضرر اصلی در این قضیه هستیم. راه حل چیست آقای میرزایی؟ چه مکانیزمی را باید برای عبور از این بحران روی دست گرفت؟ ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که منابع محدود آب‌های سطحی و آب‌های تحت لرزی خود مدیریت بکنیم. مدیریت این منابع محدود آب خیلی خیلی مهم است. امروز تمام دنیا درگیر قضیه هستند، اما متاسفانه ما در کشور خود مدیریت یک پارچه منابع آب را متاسفانه شاهد نیستیم، نداریم. اگر هم داریم متاسفانه کمکاری خیلی شدید و مفرط هست. ما کم شدن یا پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی مخصوصا در شهر کابل را وقتی مورد بررسی قرار میدیم، ما هر سال چندین متر این سطح آب‌های زیرزمینی در اکوفر کابل افت میکنه و ما همچنان نظاره‌گر هستیم، چرا که هیچ نوع طرح و پلان و مدیریت و منیجمنت متاسفانه در این راستا نداریم و هر روز خطری بر خطرات که از این ناحیه متوجه مردم هست افزوده میشه. این در شهر کابل هست، در مقیاس کلانتر در کل کشور این زراعت ما، مالداری ما که ما خیلی وابسته به این دو فاکتور هستیم متاسفانه متضرر میشه. ولی ما در تمام منابع، در تمام ایساحات و در کل اگر بگوییم، ما متاسفانه یک مدیریت پیوسته و تاثیرگذار نداریم و تنها راه به نظر من ایه که ما شروع بکنیم، به خود بیاییم. همون رقمی که دیگر کشورها، دیگر همسایگان ما از منابع خود خوب حفاظت میکنه، خوب اونها را مدیریت میکنه، ما هم به همون را گام برداریم تا بتانیم که تأثیرات تغییر اقلیم را در کشور خود کاهش بدیم و تأثیرات منفی را در زندگی خود کمتر و کمتر بسازیم. گفتگو می کردم با محمد میرزایی، آگاه مسائل محیط زیستی، در ارتباط با وضعیت کاهش بارندگی برف و باران امسال و پیامدهای آن.